برای مریم قسمت 45. زن مو زودتر از همه ما از درشکه پایین آمد و لیلا را در آغوشش گرفت. چند قدم به جلو برداشت و با نگاه به جاده‌ای که از وسط جنگل می گذشت گفت: خدا بخواهی انشاءالله تا هوا تاریک نشده کیا کلاییم. نعمت افسار اسبش را در دستش گرفته و با کمی فاصله از او ایستاده بود. ماهی 10 بار این جاده رو میرم و میام، اگه به تاریکی هم بخوریم عیبی ندانه، بالاخره میرسیم. قزاق که هیچ، گردن کلفتر از قزاق هم غلطی نمیتونه بکنه. غفور منتظر بود من و پروانه هم پیاده شویم تا درشکه را به گوشه جاده ببرد. رو به زنمو گفت: توقف زیاد دانیم، وگرنه زودتر هم میشه رسید. هی سوار و پیاده بشی وقت آدم گرفته میشه، معلوم نیه کی برسیم. دستم را به دست بهار دادم و از درشکه پایین آمدم. به پروانه هم کمک کردم و همزمان چشمم به دهان بقیه بود تا ببینم چه میگویند. تجربه گذشتن از این جاده را داشتند و برایشان مسیر غریبه نبود. تراب رو به غفور که از توقف‌های چند باره ما شکایت داشت گفت: احتیاط شرط عقله، نمیشه یک کله بزنیم به جاده. زنم و عفت برایش سخت بود نگاه از جاده بگیرد. رو به تراب گفت: سلمان دیر نکرد؟ خیلی وقته که جلوتر از ما بوشو. تراب کمک کرد تا غفور درشکه را به گوشه جاده ببرد. کارش که تمام شد سرش را کج کرد و گوشش را به طرف جاده گرفت. تو راه صدای پای این عصر رو نمیشنوید؟ من و بهار به هم نگاه کردیم. بهار زیر لب پرسید: صدای پای عصر میاد؟ سرم را به دو طرف تکان دادم. نه، صدا نمیاد. به زنم او نگاه کردم که بی توجه به حرف تراب به این طرف و آن طرف جاده سرک میکشید تا برارش را پیدا کند. سلمان جلوتر رفته بود تا از روی بلندی ها به پایین دست نگاه کند و تا انتهای جاده را ببیند و مطمئن شود راه امن است. هرچه تراب گفت همراهش برود قبول نکرد و خودش به تنهایی رفت. دو طرف جاده درخت ها کوچک و بزرگ کنار هم بودند. صداهای اطراف من در صدای شرشر آب گم شده بود. تراب اصرار داشت صدای پای اسبی را می شنود. گره دستمالم را کمی شل کردم و جلوتر رفتم، در حالی که از این کار وحشت داشتم و هر آن انتظار داشتم قزاق‌ها را با خنجرشان ببینم. بیشتر به جلو قدم برداشتم تا صدای حرف زدن بقیه را نشنوم و گوش به جاده دادم. صدایی می آمد مثل آرام آرام مشت کوباندن بر زمین، صدایی که یکی در میان می آمد و برای بار دوم که به گوشم رسید سریع به سمت زنمو چرخیدم. صدای پای اسب میاد زنمو. زنمو حرفی نزد و لیلا را در دستش جا به جا کرد. بهار هم که می رفت تا لیلا را از دستش بگیرد در جایش ایستاد و به من خیره شد. بی‌اعتنایی زنمو و تعجب بهار باعث شد دیگر حرفی نزنم. چند قدم به عقب برداشتم و دورتر از همه ایستادم. دستانم را در هم گره زدم و همین که خواستم بدون جلب توجه به بالای کنده درختی بروم و بهتر جاده را ببینم، سلمان را سوار بر اسبش دیدم. تراب حین رفتن به استقبالش گفت: ها دیدین اینم آقا. نگاه همه به سمت جاده برگشت، همه به سمتش رفتند جز من. جز من که ماندن را بهتر از رفتن می دانستم. سلمان تا از اسبش پایین آمد نگاهی به درشکه کرد و به غفور توپید: چرا درشکه را بردی کنار جاده؟ رسیدیم من خبر ندانم؟ غفور سری به سمت درشکه چرخاند: آقا سلمان، خودت گفتی معطل بکنیم تا بشی جلوتر ببینی چه خبریسته. سلمان افسار اسبش را به دست تراب داد و گفت: گفتم معطل بکن، نگفتم بزن کنار و بنشین به حرف زدن. زنمو راه سلمان را که میخواست به سمت درشکه برود سد کرد و گفت: تی اوقات چره تلخیسته، جاده امنیه.
سلمان با نگاه به پروانه که خیره صورتش بود آرام شد و گفت: جاده تا نزدیک پل کوچیک محله امنه، اما درست سر پل چند تا قزاق در رفت آمدن. تا اسم قزاق ها را آورد همه به هم نگاه کردند و من هم دستمالم را جلوتر آوردم. تراب نزدیکش شد. چند نفر ایستند دقیقاً؟ سلمان چپ چپ نگاهش کرد. فکر بکن 10 نفرن. چه کار خانی بکنی؟ میکله که کار نکنه آقا. هرچی تو بگی منم گونم چشم. زنمو درست فهمیده بود. اوقات برادرش تلخ بود. نعمت جلو آمد و رو به تراب گفت: اصلا نباید درگیر بشیم. این دورو بر پر از قزاقه. یه تیر خالی بکنی 2 روز دیگه وسط رشت اعدامی. سلمان دست در جیب قبای بلندی که به تن داشت کرد و چیزی بیرون آورد. 2 بسته کوچک سیاه که دورشان را با نخ چند بار تاب داده بودند. یکی را به سمت نعمت و دیگری را به سمت تراب گرفت. قزاق بنده تریاک ایسته. تا حس کردین بازی در میارن بگید خمارید و اگه همین الان نکشین نمیتونین یه قدم دیگه بردارین. کوتاه مکس کرد. مستقیم به تراب نگاه کرد. یا اجازه میدن بکشین و خودشونم میان پای بساط، یا هم تریاک رو ازتون میگیرن. در هر 2 صورت ما بردیم، چون دیگه اینجوری شک نمی کنن. فقط باید حواستون رو جمع بکنید. نعمت بی حرف تریاک را گرفت، اما تراب قدمی به عقب برداشت. آقا کی من تریاکی بو تا بنشینم پای بساط؟ تریاک بکشم زکون مار دیگه کیا کلا را هم نمیده. سلمان با قلدری دستش را گرفت و تریاک را کف دستش گذاشت. جر و بحث نکن با من، به احتمال زیاد تریاک را ازتون میگیرن. نگرفتن هم بساط میکنین و تموم. نعمت به سلمان دلگرمی داد. باش آقا این کار را کنیم. سلمان ضربه ای آرام به بازویش زد. تیدست درد نکنه، حواست به ترابم باشه. تراب اخمهایش را در هم کشید. آخه آقا گیریم که ما همین کار رو بکنیم. شما چی میخوای بگی؟ بگیم من و نعمت تریاکی استیم، تو و غفور، طیب و طاهر؟ سلمان این بار آرامتر جوابش را داد. دست در جیب دیگرش کرد و بسته بزرگتری بیرون آورد. دیدم پا پیش شما شدن، با این میام جلو و دمشون رو میبینم. توپ و تشر میرم که دیر بابا، و خمارید که خمارید. بعدشم منتظر میمونیم ببینیم چی میگن. غفورم که فقط درشت که چیه ماست. دستم را به تنه درخت گرفتم و به بقیه نگاه کردم. همشان زل زده بودند به صورت سلمان و ترسشان را در دستهای مشت شدهشان حبس کرده بودند. دلم میخواست برگردم بالا کوه و هرگز سر پل با قزاق‌ها روبرو نشوم. تراب سری تکان داد. خب این از اول بگو، بشیم که وقت ندانیم. با این حرف تکیم را از درخت گرفتم. تازه میفهمیدم چرا آقا جانم هر بار که برمیگشت ریشهایش سفیدتر شده بود. تراب افسار اسب سلیمان را به دستش داد و خودش سریع به سمت اسبش رفت. نعمت هم بسته داخل دستش را بالا برد و داخل لبه کلاهش گذاشت. غفور به طرف درشک رفت و آن را به حرکت درآورد. دور سلمان که خلبت شد، زنمو به طرفش رفت و رو به رویش ایستاد. تا آمد حرف بزند سلمان گفت: هیچی نگو افت، فقط زکون را سوار درشکه بکن بشیم. هرچه معطل بکنیم بدتره. نگاهش را در اطراف گرداند و به همه ما نگاه کرد. از پل کوچیک محله که رد بشیم دیگه تا خود کیا کلا راحتیم. زود سوار شین. سوار درشکه شدیم و با سرعتی بیشتر از قبل راه افتادیم. نعمت کنار درشکه حرکت می کرد و تراب و سلمان جلوتر از آن. بهار سرش را روی پای زنم و عفت گذاشته بود تا جایی را نبیند. پروانه و لیلا از درشکه سواری لذت می بردند و با دقت به اطراف نگاه می کردند و می خندیدند. من هم هر از گاهی به پشت بر می گشتم تا ببینم به پل نزدیک شده ایم یا نه. و وقتی هر بار فقط دار و درخت را می دیدم نفس راحتی می کشیدم. دوست نداشتم به پل برسیم. می ترسیدم اگر قزاق ها را ببینیم
نتوانم از پس خودم بر بیایم و فکر کنم من دختر یک جنگلی نیستم که آنها پدرش را کشته اند. به نعمت و کلاهش نگاه می کردم که صدای داد سلمان آمد. غفور، نگهدار. همگی به سمتش برگشتیم. به اطراف نگاه کردم تا پل را پیدا کنم، اما پلی نبود. منتظر ماندم ببینم چرا سلمان فرمان ایستادن داده است. اسبش را تا نزدیک درشگه ما جلو آورد و رو به زنم و عفت گفت: عفت، هرچی فکر کنم نمیتونم خودم را راضی بکنم که بهار و مریم با ما بیان. زنم او در جایش تکانی خورد و من و بهار بیشتر به هم چسبیدیم. چگونی سلمان؟ با ما نیان؟ سلمان از اسبش پایین پرید و نزدیکتر آمد. قزاقا ببینن با دو تازه که کوچیک راهی هستیم کمتر شک کنن. بهار و مریم رو اصلا نبینن بهتره. بهار دستم را سفت تر گرفت. آقا دایی، من و مریم هر جا مارجان بره باهاش میریم. سلمان فقط حرفش را گوش داد، اما میدانست تصمیم آخر را باید زنمو بگیرد. به او نگاه کرد و با اشاره به کوهی که در کنار ما بود گفت: این کوه رو برن بالا، یک راه باریک و دراز دانه که میخوره به اون ور پل کوچیک محله. یه خورده سختی سه و راهشون دور میشه، اما مریم و بهار بی خطر میرسن اونور. تو را من باهاشون راهی کنم. نیم نگاهی به من و بهار کرد. نمیتوانست حرفش را بزند. کمی عقب رفت و به زنم و گفت: عفت، بیاتی همراه کار دانم. زنمو با مکس نگاهی به ما کرد و از درشک پیاده شد. دستم را از دست بهار بیرون کشیدم. به طرفم برگشت و دستم را دوباره گرفت. مریم بگو نه، ما باید با مارجانم باشیم. سینه‌ام سخت بالا و پایین می رفت و نفسهایم با ترس بالا می آمد. به زنمو و سلمان که با هم پچپش می کردند نگاه کردم و گفتم: ترس تیاغادایی به خاطر قزاق هاست، بی حیایی رسمشو نیسته. بهار به گریه افتاد. سلمان به طرف من برگشت و زنمو از پشت او به من و بهار نگاه کرد. اشک زیر چشمانم را پاک کردم و از جا بلند شدم. سرم را بالا گرفتم و گفتم: ما با شما نیاییم بهتره، همین راه میانبر کوه رو میریم. تراب جلو آمد و رو به زنمو گفت: خاخور، ناراحت نبو، تی لکن زکن رو عین می چشم مواظبت کنم و سالم اونور پل تحویل میدم. این قزاقون ناموس و شرف. سلمان در جا ساکتش کرد. خیلی خوب تراب. تراب ساکت شد و سلمان به نعمت گفت: با غفور حرکت بکنین، بشین، اسب ترابم ببرین پایین، یه جا بسپرینش، منم تا زیر کوه با تراب میرم و راهی که شدن خودم رو میرسونم. شما هیچ جا توقف نکنین، سریع میرسم بهتون. همان لحظه که با هم چانه میزدند من هم از درشک پایین آمدم، اما بهار پایین نیامد، نشسته بود و گریه میکرد. غفور از درشک پایین آمده و با ناراحتی او را نگاه میکرد و نعمت زیر لب به قزاق‌ها بد و بیراه میگفت. زنم او با گریه به بهار تشر زد: بهار بیا پایین، راهمون از هم جدا بشه خیلی بهتریسته، ونگ نزن. سلمان از کنارم گذشت و به طرف درشک رفت. بهار دایی، بیا پایین، من شده جونم رو بذارم مارجانت رو اون بر پل بهتون میرسونم. با این حرفش بالا و پایین رفتن سینه من هم آرام تر شد. بهار بلند شد و از درشک پایین آمد. آقا دایی قول دادی یا؟ لیلا و پروانه را بوسیدم. زنمو دستی به صورت من و بهار کشید و سوار درشک شد. سلمان بار دیگر داد زد: غفور برو. غفور که رفت من آرام اشک ریختم و بهار با صدای بلند گریه کرد. وسط جاده ایستادیم و برای پروانه و لیلا که از ما دور و دورتر می شدند دست تکان دادیم. سلمان به همراه تراب چشم به ما داشتند. وقتی به عقب قدم برداشتیم تا به طرف کوه برویم، پشت سر ما راه افتادند. همین که به پایین کوه نزدیک شدیم، پیراهنمان را بالا گرفتیم. زمین گلالود بود و راه رفتن سخت. مسیر مستقیم را بالا می رفتیم که سلمان گفت: اونور نه، بایسین. ایستادیم و به طرفش برگشتیم.
تراب نهر کوچک کنارمان را نشان داد. باید این رو بپریم اون طرف. خیلی جلوتر پله، ولی الان زمین چیله نمیشه تا اونجا رفت. تا این را گفت دست در جیبش کرد و بسته تریاک را بیرون آورد و رو به سلمان گرفت. آقا تی امانتی بگیر، بشو در امان خدا. سلمان نمیدانست اخم کند یا دست دراز کند و بستش را از او بگیرد. تراب تا بسته تریاک را به دستش داد، کلاهش را از سر برداشت و با گذاشتن یک پایش به عقب سریع از روی نهر پرید. دیدین کار ندانه، شما هم بپرین. من و بهار به نهر نگاه کردیم. در بالا کوه از روی نهرهای بزرگتر از این هم می پریدیم. اما جان از پاهایمان رفته بود و شجاعت از چشمهایمان. سلمان قبایش را درآورد و روی شاخه درختی آویزان کرد. دستی به موهایش کشید و با یک جست از روی نهر پرید به آن طرف. آن رو به روی ما ایستاد و گفت بیایید، من هستم. بهار به طرفش رفت. سلمان زیر لب گفت بپر بهار، کاری ندانه. بهار هم مثل تراب قدمی به عقب گذاشت و پرید. قبل از اینکه سلمان فرصت کند برای پریدن به من هم تاکید کند، پیراهنم را بالا بردم و پریدم. حس کردم همه نفس راحتی کشیدند. تراب بار دیگر به سلمان گفت خب حالا تو بشو، زکونو بسپار به من. سلمان بی توجه به او از سراشیبی که جلویمان بود بالا رفت و گفت مریم و بهار برن بالا، منم میرم. دستش را به طرف بهار دراز کرد. دستت رو بده به من. بهار دستش را به او داد و بالا رفت. تراب هم به دنبال بهار با مهارت از سراشیبی گذشت و فقط من مانده بودم. سرم را بلند کردم و به سلمان نگاهی انداختم. سعی کردم بالا بروم، اما با همان قدم اول سر خوردم و به جای اولم بازگشتم. سلمان که خم شده بود کمکم کند راست ایستاد. شالی را که به دور گردنش بسته بود باز کرد. آن را به طرفم گرفت و گفت یه سر اینو بگیر و بیا بالا. نگاه هم از شال به سمت صورتش رفت و دوباره برگشت. وقتی دید فقط به شالش زل زده ام و هیچ کاری نمی کنم گفت نترس. تعللم برای ترس نبود، برای شرمی بود که داشتم. اینکه فاصله بین ما را شالی پر کند که دور گردنش بود. سرم را پایین انداختم و شالش را گرفتم. محکم سر جایش ایستاد و آرام آرام شال را به طرف خودش کشید. وقتی نزدیکش شدم کمی به عقب رفت تا به هم برخورد نکنیم. به بلندی که رسیدم شال را رها کرد و به طرف تراب برگشت. تراب من باید بشم. وقت موندن ندارم. تو عجله نکن. ما تا هر وقت شده منتظر شما میمونیم. تراب در جوابش گفت تی خیال جمع آقا سلمان. سلمان جلو رفت و به طرف بهار خم شد. سرش را بوسید و آرام به او گفت احتیاط بکنید و هر جا تراب میره دنبالش بشید. بهار مطیعانه چشم آرامی گفت. سلمان به تراب نگاه کرد و تراب در جواب نگاهش به ما نگاه کرد. خب بشیم. نمیدانستم با شال چه کنم. آن را تا کردم و به سمت سلمان گرفتم. چرخید و روبرویم ایستاد. نگاهی به شال و بعد به من انداخت و گفت پهلوی خودت باشه. بریم بالاتر، سرما سوز بیشتری دانه. شال را بیشتر به اون نزدیک کردم. ما همیشه بالای کوه بودیم و به این سوز سرما عادت دانیم. دستش را جلو آورد و شال را پس زد. ما هم عادت نداشتیم کسی روی حرفمون حرف بزنه. تا نگاهش کردم و چشم در چشم شدیم گفت بشید و نگران هیچی نباشین. تراب شاید از پس هر کاری بر نیاد، اما این یک کار رو خوب بلده. این مسیر رو از خونه خو پر بهتر شناسه. برای من همان یک باری که سلمان گفت راه کوهستان امن و تراب بهترین کسی است که میتواند ما را به او بسپارد کافی بود. اما بهار طوری نگاهش میکرد که انگار از او بخواهد بماند و تا ابد حرفهایش را تکرار کند. تراب بود که یادآور شد دیر وقت است و جاده پر از پیچ و خم. سلمان نمیخواست دیگر به من و بهار نگاه کند. رو به تراب ایستاد و گفت خیلی حواست باشه، متوجه ایستی که باید چه کار بکنی.
ابروهایش را بالا برده و چشمانش را هم کمی درشت کرده بود. با نگاهی که به نظر می رسید برای تراب آشنا باشد به او هشدار می داد. تراب رسم اطاعت کردن را بلد بود. دستش را روی چشمانش گذاشت و منتظر پایین رفتن سلمان ماند. او زیر لب خداحافظی کرد و سخت قدم بر می داشت و پایین رفت. حس می کردم سلمان هم مثل بهار دلش می خواهد تا ابد کنارمان بایستد. تراب از من و بهار خواست چوبی برداریم و راه بیفتیم. شال را در دستم محکم گرفتم و از روی زمین چوبی برداشتم و به طرف همان مسیر باریکی که تراب می گفت رفتم. من و بهار چند قدم از او جلوتر بودیم و تراب پشت سرمان راه می آمد. هرچه جلو می رفتیم جز همین راه پنهان شده در وسط کوه هیچ راه فرعی به اصلی دیگری نبود. تا چشم می دید کوه بود و دار و درخت. بهار ایستاد، نگاهی به اطرافش کرد و گفت ما الان خیلی بالا اومدیم، دیگه جاده ای نیست که بشیم پایین، همش کوهسته. تراب چوبش را در زمین فرو کرد و دستانش را بلند کرد. تا اونجا باید بشیم بالا. وقتی رسیدیم یه سرازیریه که مستقیم تو جاده کوچیک محله در میای. من و بهار به جایی که اشاره کرد نگاهی انداختیم. بهار نفس خستهش را رها کرد و من محکمتر چوبم را گرفتم و حرکت کردیم. کمی که جلوتر رفتیم جاده آنقدر باریک شد که دیگر نمیشد کنار هم راه برویم. تراب جلو افتاد و بهار پشت او و من هم پشت بهار حرکت کردم. کمی تندتر قدم برداشتیم بدون اینکه این را از هم بخواهیم. به بلندی که رسیدیم همان جاده‌ای که تراب میگفت را دیدیم. همه چیز زیر پایمان بود و دیگر شاخ و برگ‌های درختان تا آسمان رفته مزاحم ما نبودند. بهار داد زد وای خدا رو شکر، بالاخره یه ذره روشنایی دیدیم. جاده پیش روی ما دار و درختش کمتر بود و پهنای بیشتری هم داشت. غرق دیدن اطراف بودم و دور خودم میچرخیدم. به دور دست ها نگاه کردم و دنبال درشکه‌ای گشتم که زنم و بچه ها داخل آن بودند. نمیشد جاده را خوب دید، اما پل کوچیک محله را که میخواستند از آن بگذرند پیدا بود. روی پل پر از آدم بود. به آن سمت اشاره کردم و از تراب که چند قدم پایین تر از ما ایستاده بود و عجله داشت زودتر برویم پرسیدم این همون پلیسه که باید تراب مهلت نداد تا حرفم را تمام کنم؟ آره خودش ایسته، بیاین بشین. الان درش که میرسه به پل و معطل ما میمونن. با شک نگاهش کردم و نمیدانستم رعایت حال بهار را بکنم که زل زده بود به صورت من تا ببیند چه میگویم، یا به تراب بگویم من بچه نیستم و چطور میشود از آن پل به راحتی گذشت. نمیتوانستم نگرانیم را پنهان کنم، فقط با لحنی آرام تر پرسیدم روی پل پر از آدمه، از اینجا خیلی خوب معلوم نیه، اگه همه قزاق باشن چی؟ بهار چوبش را انداخت و تا لبه پرتگاه کوه رفت که روی پل را ببیند. تراب لبخند زد، لبخندی که زود هم جمعش کرد از بس که زورکی و بی موقع بود. آقا سلمان رو دست کم نگیرین، گفت که دم قزاق ها رو میبینه. بهار یک دفعه به سمت تراب برگشت. اونا که رو پل وایستادن همه قزاق ایستن، یکی دوتا نیستن که آقا دایی دمشون رو ببینه. سرش را با تأسف به دو طرف تکان داد و روی زمین نشست و به من نگاه کرد. مریم، ما باید باهاشون میرفتیم، اگه گیر بیفتن چی؟ جلو رفتم و دستش را گرفتم تا از جا بلندش کنم. تراب داد زد خدا بزرگ زک ننیش، دیر شده، باید بریم. زیر بازوی بهار را گرفتم و از جا بلندش کردم. بهار نباید معطل بکنیم، فکر بکن از روی پل بگذشتن، باید تندتر بشیم تا شک نکنن بهشون. با گوشه دستمالش زیر چشمانش را پاک کرد و دنبال تراب راه افتاد. زیر لب به خدا گله کرد خدایا این چه بلایی بود که سر ما اومد، خونه و زندگیمون رو رها بودیم و کجا میریم؟
هرچه پایین تر می رفتیم دیگر پل را هم نمی دیدیم. خورشید از وسط آسمان گذشته بود و آفتابی نیمه جان روی جاده کوهستانی که در آن راه می رفتیم پهن شده و هوا را کمی گرم تر کرده بود. خیلی راه آمده و هر آن منتظر بودیم تراب با لبخند به سمت ما برگردد و بگوید که رسیدیم. بدون ذره احساس خستگی راه می رفت و برای خودش زیر لب چیزهایی زمزمه می کرد که حتی در سکوت کوهستان هم نمی شد آن را شنید. آفتاب خلق و خوی بهار را بهتر کرده بود و بی حرف با سری پایین دنبال تراب راه می رفت. از پیچی دور یک صخره سنگی که گذشتیم سر و صداهایی شنیدیم. تراب به سمت ما برگشت و آرام گفت: داریم نزدیک میشیم. سرتون رو بندازید زیر و حرف مرف نزنین و بی سر و صدا دنبال من بیاین. اینجا محل رفت آمد مردم ایسته. گوش به حرفش دادیم و راه افتادیم. به پایین کوه که رسیدیم سر و صداها هر لحظه بیشتر میشد. سر و صداهایی که معمولی نبود. مردم کنار هم چند ردیف صف بسته و مشغول تماشای چیزی بودند. زن و مرد، کوچک و بزرگ کنار هم ایستاده و نمی‌گذاشتند ببینیم آن طرف صفشان چه خبر است. تراب نیم نگاهی به ما کرد و گفت: همینجا بمونید تا بشم ببینم چه خبر استه. از جاتون تکون نخورین. به سمت جمعیت رفت و همین که خواست از بین آنها راهی برای خودش باز کند، از فاصله به وجود آمده جنازه دو مرد را دیدم که روی تخت پاره‌ای تاق باز افتاده بودند. حلقم در جا خشک شد. جمعیت دور تراب را گرفتند و دیگر نشد چیزی ببینیم. کسی که پیدا نبود از وسط جمعیت داد زد: خوب نگاه بکنید، این آخر عاقبت کسانیه که فکر میکنن ریش و پشم بلند کنن و تفنگ بندازن روی دوششون میتونن از پس حکومت بر بیان. مسیر کوتاهی که تا لب جاده باقی مانده بود و باید به آهستگی قدم بر می داشتیم را سریع پایین رفتم و به سمت جمعیت دویدم. دستانم را جلو بردم تا کنارشان بزنم. صدایی دیگر با لحنی متفاوت که تمسخرآمیز بود گفت: چه غلطا، شتر در خواب بیند پنبه دانه، مملکت صاحب پیدا کرد، یه صاحب گردن کلفت. از بین جمعیت قزاقی را که طناب یکی از تخته‌ها در دستش بود و آن را می‌کشید دیدم. روی انگشتان پا ایستادم تا قدم بلندتر شود و جنازه‌های روی تخته‌ها را ببینم. مردی که روبرویم بود خودش را از مقابلم کنار کشید و من دو جنازه ای را که درست مثل آقا جانم ریش داشتند و چموش به پاهایشان بود دیدم. در جا به گریه افتادم. سرها روی شانه افتاده و خون روی ریش هایشان دلمه بسته بود. چشم هایشان طوری روی هم چفت بود که انگار هرگز زنده نبوده و زندگی نکردند. دستم را جلوی دهانم گرفتم تا صدای شیون و گریه ام بلند نشود. آقا جان من را هم همینطور بی عزت و اعتبار روی تختهی بی ارزش انداخته و کشان کشان با خودشان برده بودند. مردم فقط نگاه می کردند و مرد قزاق رجز می خواند. جنگلی ها رو تو هر سوراخ و سنبهی که باشن پیدا می کنیم و می بریم رشت. دانه دانهشون رو سر می بریم. هر کی جنگلی قایم کنه و بهش جا و مکان بده حسابش با ماست. پایان قسمت 45.